سلام به دوستای عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها امروز من ماشین دوستمو گرفتم، یعنی امروز عروسیشه. الان ساعت 7:15، میخوام ماشینشو بیاریم اینجا براش گل بزنن و من گفتم که یه فیلمی بگیرم براتون ببینم که مثلا مدت زمان این که ماشینی بخوام گل بزنن چقدره، هزینش هم چقدره و چه نکاتی باید رعایت کرد. من خودم هیچ ذهنیتی ندارم، اما وقتی میخوای ماشین عروس رو گل بزنی چسبه چی میشه رو اون بدنه، خراب نمیکنه اون چسب بدنه رو یا نه. گفتم که این فیلمم بگیرم، امیدوارم از این فیلم خوشتون بیاد. اگر این ویدیو رو دارید توی کانال یوتیوب هم میبینید، خیلی خوشحال میشم سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم همینطور با ما همراه باشید. میخوام یه فیلم متفاوت این بار بگیرم، نه تست و بررسی ماشینه، صرفا فقط بحث جینگوله مستون بازیشه. مرسی. خب ما الان اومدیم توی گل فروشی. از قبل البته همه چیز انتخاب شده، ولی گفتم بذار یه نمایی هم از اینجا بگیرم. عشق کنید دیگه، واقعا اصلا فضای گل فروشی ها فوق العاده است، حس خیلی خوبی میده. بعد اون گل صورتی ها نگاه کن، منم که عشق رنگ صورتی، نمیدونم هنوز، من نمیدونم رنگی که گلایی که انتخاب کردم واسه ماشین چه رنگی، امیدوارم حداقل توش صورتی باشه. این چراغ قرمزه میره رو خط، از اینجا میره صاف تا اون خط دقیقاً لب چراغ. بعد میان دستگیرها چون داماد خودش رانندگی میکنه این ور و اون ور، متجقه این ور هم همینطور از لب این خط میره تا لب اون خط. بعد سلام، همم گل سفیده، هیچی جز گل سفید و برگ وجود نداره، ارکیده قالبشه. من یه سوال بپرسم، کل این بدنه رو باید با چسب درست کرد؟ بله. بعد صدمه به رنگ بدنه نه میزنه؟ نه. خب یکی میخواد ماشینشو بیاره واسه یه گل کردن، قبلش باید ماشین رو واکس و پولیش کنه یا نه؟ نه پولیش نه، واکس نه، پولیش ایم نداره، فقط کارواش ساده. فقط پولیش که مشکلی پولیش نداره، نباید بکنه. زمانی که بخوایم این کار رو تحویل بدی چقدر بستگی به چه چیزایی داره؟ 2 ساعت وقت داره ماشین باید اینجا باشه، منتها 1 ساعت قبلش باید ماشین اینجا باشه، یعنی 2 ساعت هم کار داره. بعد بستگی داره به نوع گلا؟ بله، به گل نوع انتخابش و نوع گلی که انتخاب میکنه. سخت‌ترین گل چیه بخواید نصب کنید؟ برای ما سختی چی وجود نداره، هر گلی که عروس داماد بخوان اون قشنگترین و بهترینه. ساعت 7:58 است، من از ساعت 7:20 اینجا بودم، حالا تازه شروع کردن دوستان ماشینو به زدن روبان و کارهای دیگرش. بریم ببینیم ته بازی چی میشه، ته این ماشین. خب ببینید الان اینجا زیرسازی کار رو نگاه کنید، یه کلی چسب دادن روبان و چسب و فویل و بعدش هم این اسفنجه که روش باید گلا سوار بشه و اینجا هم اینجوری دارن اینا رو به هم محکم میکنن. هم قسمت جلو داریم، هم این قسمت فکر کنم بله بغل در راننده و اینم قسمت عقب. ساعت 8:38 است. یه بخشی از کاپوت و یه بخشی از صندوق عقب رو گل زدن، هنوز گل نزدن، یعنی زیرسازی ها رو انجام دادن. کار باحالیه، حس و حال خوبی میده به آدم. من خودم خیلی دوست داشتم که بیام یه بار نزدیک ببینم که مراحلش چجوریه و اینجور داستان ها. حالا از این بچه هایی که دارن این کار انجام میدن میپرسم ببینم بخوای اینا رو بکنی چجوریه، یعنی بعد اینکه مراسم تمام بشه این، چون الان دارن این زیر چسب میزنن و برای من جالبه این چسب رو بخوای بکنی باید چیکار کنی که به رنگ ماشینم آسیب نزنه. آقای سمیان عزیز، مخلصم، الان دارید چیکار میکنید و اینکه گلای اصلی رسیده هنوز یا نه؟ بله، گلای اصلی رو هنوز نزدیم، اینا فعلا زیرسازیه، زیرسازیش که تکمیل شد بعد گل میاد روش، رو گلار گلای اصلی میاد روش، گلای اصلیش ارکیده است. بعد از اینکه این گلا رو زدید میخوان حالا این گلا رو پاک کنن بردارن یا هر چیزی، این چسبا رو چجوری باید بردارن که بدن راحت بدون اینکه بگیرن بکنن؟ یه آب گرم میریزی زیرش، خودش چسبا خود به خود وا میاد. آها، بهترین کار همونه.
این گل ارکیدمون ایناست دیگه، الان رو سقف گذاشتن درسته؟ یه قسمت هایش از اوناست. بعد یه سوال دیگه، نگهداری خاصی داره تو این چند ساعت طول صبح؟ آره حتما باید جای سایه باشه. آفتاب وای نسیم، سرعت نرید، سرعت خیلی بده چون گلا همه آسیب میبینن. فر بده سرعت اصلا نباید برین، جای سایه وایسین. بعد جایی که سایه وایسادین که آفتاب نباشه خیلی راحت مثل آفتاب آبی چیزم توری صاف میتونین روی اسفنجه بریزین. چون اسفنجه آبو میگیره به خودش که گلا آسیب نبینه. پس میشه روی اسفنجه هم یه آبی بریزین؟ بله. گلا یه توضیح میدید اینا مصنوعیه درسته؟ این گلا همه برای زیرسازیه، چون هوا گرمه، تابستون، آفتاب میسوزونه گلا را، که اگر روزی مثلا یه ساعتی گل آسیب دید و دیگه از پلاستیک شده اینا ماشین قشنگیش از دست نده. اینا به خاطر اونه که ماشین همیشه قشنگ و زیبا بمونه. توی تابستون همیشه این کارو میشه کرد؟ بله توی تابستون. گلای ارکیده اصلی رسید، این گل طبیعی هست همینطور که میبینید و دوستان الان دارن قسمت جلو نصب میکنن بغل در، این شاخ گل دست گل طوره درست شد. ارکیده فکر کنم به اینم بعد باز بخوره و بعدش هم میان روی این یکی. اینا هنوز ارکیده اینا ارکیده های مصنوعیه و بعد از اینکه جلو رو نصب کردم میارم واسه عقبه هم نصب کنم. خب اینم از ماشین عروس ما، کارش تموم شد. ساعت 9:51 دقیقه است. ببینید خیلی خوشگله، گلای ارکیده خیلی قشنگه. تزیین این قسمت رو من خیلی حال کردم. اینم از این. یه نکته ای که گفتم این که خیلی نباید با سرعت بریم و این که من الان حس میکنم مثلا این ارکیده تو این حرکت میفته، ولی چون از زیرسازیشون چیز داشتن، اسفنج داشتن و این اسفنجا به نوعی گل رو تو خودشون نگه میدارن، این که بخواد گل بیفته خیلی شدنی نیست، ولی خب گفتن که با سرعت بالا نباید برن. خب کار آخرم اونم اینه که این لکایی که خب بر اثر چسبوندن گل و اینا روی ماشین هست و دوستان پاک کنن. من بخشش خودم همین بر پاک کردم، ولی خب اینجا ها میمونه، بهتره که پاک کنید. دستمال هم نداشتم تو ماشین. آقا تجربه این که ماشین عروسی رو حتما توش یه دستمال بذارید. توی ماشین بود، من اینو دیشب بردم کارواش و همه چیز از توش خالی کردم. اصلا حواسم هم به این دستمال نبود، مجبورم با این لونگه یه تیکه ها رو تمیز کنم. کار ماشین تموم شد، اینم از کل ماشین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من یه ویدیو گرفتم گفتم که بذار یه خورده نوآوری باشه تو پیجم. خیلی وقت بود دوستشم ببینم که مثلا کار اینجور ماشینا واسه ماشین عروس کردن چجوریه. البته یه دونه ماکانم اینجا هست کنار ما، اونم سفیده، اونم ترکیب رنگی خیلی خوشگل، ترکیب گلای خوشگلی رو انتخاب کرده. امیدوارم هر دو تا زوج خوشبخت باشن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر این ویدیو رو دارید تو کانال یوتیوبم می‌بینید، خیلی خوشحال میشم گزینه سابسکرایب هم بزنید. تا درودی دیگر، بدرود.